بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. مشقی که در تصویر میبینید مشق یکی از هنرجوهامون در دبستان سرای دانش پردیسان هست که اسمشون هم محمد امین عادلی هست. در این ویدیو خط ایشون رو بررسی میکنیم و نکاتی که لازم هست خدمتشون عرض میکنیم. البته با آموزش هایی که دیدن و تلاش های خیلی خوبی که کردن نسبتاً پیشرفت خوبی کردن، در این حال اینجا نکاتی رو عرض میکنیم. خب اول میریم سراغ فامیلیشون که سر عین و قسمت کلمه لی آیستی شکل دیگه ای نوشته میشه. دقت کنید، حالا زوم میکنم که بهتر ببینید. سر عین بایستی به این شکل بنویسید، یعنی این حرکت تمایل داره به این سمت نه این سمت. بعد لی هم که میخواید بنویسید با این باید موازی باشه. اینجا یه اتصال خیلی کوچیک، بعد یه بهش متصل میشه. حالا چون فامیلشون هم مهم بود، خیلی جالبه که حالا این نونی هم که نوشتن، این نونه بیشتر به خط نسخ میخوره. توی خط نسخ ما نون رو اینجور می نویسیم، یا توی خط شکسته نون رو اینجور می نویسیم، فرق داره با هم. اما توی خط نسخ تعلیق نون رو به این شکل فقط می نویسیم، فقط همین یه شکل داره. حالا این حتما جایی دیدن. خب کلمه شخصی، ببینید ما این سه تا دندونه رو که نوشتیم یه قوس میدیم، یعنی دو تا رو تیز میگیریم، سومی رو گرد میگیریم. بعد اینجا این قوس که دادیم دقیقاً زیر همین قوس برمیگردیم. بعد یه حرکت اینجا داشتیم، حالا جواب اون حرکت اینه. حالا صاد میشینه اینجا، این هم یه، یعنی کلمه شخصی رو شما نباید این خش اینجوری بنویسید. خ میرید زیر قسمت دندان سوم. یه بارم اینجا بنویسم، نگاه کنید. کلمه شخصی یک دو سومی گرد، این حرکت کاملا افقیه، اینم قوس داره، قوسش به قدر این نیستا. اینجا ساعت، حتما دستتون اینجا رو بردارید. ببینید این باید یه جوری بیاد که این دوتا یکی بشن. اینجا هم یه، به این حالت. پس کلمه شخصی در حد خط دفتری به این شکل میشه. اگه شما زیاد تمرین کنید تو نوشتنش کند پیش نمیرید، خیلی راحت میتونید بنویسید. شخصی با هیجان، دوباره کلمه هیجان مثل همون کلمه شخصی هست که حالا براتون مثال میزنم. استراب هم این دندانش باید به این شکل باشه، تیز نشه به بالا، این خوب نیست که اینجا تا بهش متصل بشه، یه فاصله اینجا میبینیم، این فاصله باید باشه. این حضور، این ه یه اینجور بستری درست میکنه، این زاد میاد از اینجا حرکت میکنه. ببینید نمیخواد که اینو بیاریم بالا، همینجا یه شکست که ایجاد میشه، میشه دندانه. این حضور دوباره مینویسم، نگاه کنید. این
شکست خودش یه دندانه حساب میشه. میم هم در کلمه امام خودتون رو چیز نکنید. میمه الان سخت نوشتید. ببینید این کار میکنیم، بریم به سمت پایین. شما اومدید از پایین دوباره رفتید بالا، بعد اومدید پایین. یه ذره با خودکار بازی میکنیم، بعد سمت پایین. بازم کلمه صادق. ببین این بزرگه، این فضای اینجا کوچیک شده. اینطور نباید بشه. این کلمه اذیت، یعنی انگار تو تنگنا قرار گرفتی. اما شما اگر صاد رو اینجوری بنویسی، اینجا دندانه هم بشکنی، تیز نکنی، اینو بازتر بگیرید، این فضا رو، ببینید کلمه خوبتر شد. یه بار دیگه قاف هم خوبه، فقط یه کمی طولش کوتاه شد. الان گفتیم عادله چجور بنویسیم، علیه السلام هم همینجوره، یعنی این آش سر این اینجوریه، از اینجا بیاد، از ایبر نیاد. میمم که الان گفتیم این مد اینجوری نیست، اینطوره. گفتم خوبه، فقط این بلندتر و این خوابیده تر، کلمه قشنگتر میشه. دوباره این دعایی، ببینید اگر همین یک کلمه بلد باشی چقدر تو خطتون تأثیر داره. تو همین متن الان چند بار دیدیم بفرمایید. این دومی دیگه نمیخواد تیز بگیرید، یعنی یک دو به این شکل. کلمه بند هم همینجوریه، ببینید بند. از کلمه مد رو اینجور نمی‌نویسیم، این خط نسخه. مد رو ما اینجور می‌نویسیم. حواستون باشه این نیمه اگه فاصلش با دال زیاد شد دیگه یعنی فرق ممکنه بخونه قد، و اینجا تقصیر ما هست نه تقصیر خواننده. پس ما اینجوری نمی‌نویسیم. خب گفتیم کلمه هیجان هم می‌نویسیم، یادمون نره کلمه هیجان رو هم بنویسیم و خلاصه این ویدیو رو به پایان ببریم. کلمه هیجان یه اینطور قوسی میگیریم از زیره، دوباره یه قوس برعکس همین بر میگردیم اینطوری. یه بار دیگه می‌نویسم. یه بارم روی خط زمینه دقت کنید. خط زمینه این کلمه دقیقاً اینه. بقیه یه مطالب انشاءالله در یک ویدیوی دیگه خدمت شما ارسال خواهم کرد. فعلا همین کلمات رو تمرین بکنید انشاءالله. بقیه مطالب در ویدیوی بعدی.